حقایق و دانستنی هایی که در مورد شجازکی گوینده خبر شش و طلوع احتمالا نمی دانستید. از دانشجوی تنبل و آخر صنف تا عاشق شدنی او و رسیدنش به قلعه موفقیت، عشقی که باعث موفقیت او شد. اگر نخستین بار است که ویدیوهای ما را تماشا میکنید، لطفاً قبل از ادامه این ویدیو چینل را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. شجازکی خبرنگار، مجری، نقاش و نویسنده ماهر در سال 1367 در شهر کابل افغانستان پا به جهان هستی گذاشت. شجازکی از آن جمله خبرنگاران است که از حاشیه ها همواره کنارگیری کرده است. آقای زکی بعد از پایان مکتب وارد دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل گردید. داستان تحصیل آقای زکی پر از خم و پیچه های است که برای تان نقل قول خواهم کرد. شجازکی ازدواج کرده و بیش از 11 سال است که در طلوع و طلوع نیوز به عنوان گوینده خبر فعالیت دارد. حالا بیایید قصه عاشقی این جناب را برایتان بیان کنیم. البته قابل یادآوری است که این داستان برگرفته از یک صنفی و دوست دوران دانشگاه آقای شجازکی است. شجازکی زمانی که در دانشگاه کابل و دانشکده خبرنگاری وارد شد، در واقع دانشجوی بی‌پروا و تنبلی بود و پیوسته و همواره در قطار یا در چوکی آخر صنف می نشست و به درس استاد هیچ گوش نمی داد که هیچ. او مصروف مطالعه کتابی بود که با این رشته هیچ ارتباطی نداشت. دوستش می گوید شجازکی از همان اوایل گاه خبر می گفت و عاشق خبر گفتن بود و به همین دلیل به درس استادان توجهی نمی کرد، چون شجازکی به این عقیده بود که اگر قرار باشد گوینده خبر باشم، بهتر از بیشتر واقعی کار کنم تا چاپی. اما این داستان تا زمان ادامه پیدا می کند که شجازکی به گفته منبع عاشق دختر خانمی در این دانشگاه می شود و درست اینجا این آقا عاشق درس خواندن می شود تا می تواند خودش را در بهترین کادر دانشگاه قرار می دهد، تا اینکه از این دانشگاه در کادر A فارغ می شود. شجازکی در اوایل چون به درسها گوش نمی داد و صنفی هایش بارها او را مورد انتقاد قرار می دادند که آینده ای تو چندان هم روشن نیست. اما اینگار این مسئله برعکس گره خورد و امروز شجازکی در یکی از رسانه های جهانی به عنوان گوینده خبر شش کار می کند و انسان سرشناس هم محسوب می شود. در همان اوایل که طلوع در افغانستان به نشرات آغاز کرد، وحیدالله اولین و نخستین خبرنگار بود که در آن رسانه به عنوان گوینده برنامه های سیاسی شروع به کار کرد. جالب است بدانید که وحیدالله همچنان خبرنگاری نخوانده، بلکه او زراعت و اقتصاد خوانده است. اما بعد از آن آقای زکی وارد این رسانه گردید و از آن زمان به این سو بیش از 10 سال میگذرد. آقای زکی قرار بود سال پیش به درخواست دوستانش خودش را در مجلس نمایندگان از کابل نامزد کند، اما سرانجام این اتفاق نیفتاد. بر اساس برخی گپ و گفته ها شجازکی مردی آرام، صبور و بدور از حاشیه هاست. او بیشتر از هر چیز به مطالعه علاقه دارد، ورزش میکند و از خواندن خبر، اما خبرهای خوش، لذت میبرد. شجازکی علاقمند سرسخت مرتضی پاشایی است، با اینکه مرتضی پاشایی دیگر زنده نیست. او از سوی صدای هنرمند دلها و سلطان شرق احمد ظاهر را گوش میدهد. جالب است بداند که آقای زکی علاقه زیادی به صدای سیتا قاسمی دارد. گفته می شود مریم خرمی دوست و همکار نزدیک شجازکی است و در هر پلانی از او مشورت می خواهد و طبق خبرها خواهر خوانده و برادر خوانده یک دیگر هستند. و در پایان شجازکی نویسنده و همچنان نقاش ماهر به شمار می رود. او گاه نقاشی می کند و همچنان گاه می نویسد. خب دوستان عزیز، این هم از ویدیو امروز. امید که مورد پسندتان واقع شده باشد. برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب کنید و پرسش ها و دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. تا یک ویدیوی جذاب دیگر، ایام به کامتان.